واقعا این همه شوق ایرونیا به ایران، البته همه کشورها به هر حال تیمشون رو دوست دارن، اما ما چون دوست داریم احساساتمون رو نشون بدیم، که من این نشون دادن احساسات رو خیلی دوست دارم. درسته که حالا ما تو فرنچ اوپن قهرمان دختری نداریم که به فینال رسیده باشه، ولی نگاه میکردم چه خود این استوزا که به فینال رسیده، چه همین دوست ما که اینجا هی با ما کرکری میخونه، انگار نه انگار، یعنی حالا اگه مثلا فرض کنید یه دختر ایرونی رسیده و به فینال فرنچ اوپن، من فهم کنم روز شنبه رولان گاروس میشد این امجدیه، یعنی اصلا دیگه امکان نداشت که ما بتونیم کسی غیر ایرانی رو تو استادیوم به صلاح پیدا بکنیم. و چقدر حیفه که ما با این همه اینه پتانسیل، عزیزان من، پتانسیل ما در شادی کردن، در حرکت کردن، در موفقیت داشتن واقعا بی نظیره. یعنی ما تشنه این هستیم، منتها چه کنم که توی همه چی الان عقب افتادیم. من از شما خواهش میکنم قبل از این که ما بریم و باز برگردیم به بحث جام جهانی و بازی‌های دوستانه‌ای که انجام شده، بریم و ببینیم که در فینال جام ملت‌های آسیا، البته فینال زنان جام ملت‌های آسیا، چون سر و صدای زیادی بود راجع به فوتبال، حالا هم که رئیس فدراسیونمون گفته رفتیم و نشستیم و لباس طراحی کردیم و فیفا هم گفته باریکلا لباساتون خیلی من راضیم، بفرمایید بازی کنید. کره شمالی که من نمیدونم این کره شمالی ها فرضیه‌های من خود به هم زدن، یعنی آزادی بیان که هیچی، ولی هم در جام جهانی الان هستن، هم در فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا برای بانوان، طرف مقابلشون هم استرالیا است و استرالیا در پی این هست که با حضورش در واقع فدراسیون کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاخره یه چیزی ببره، چون در مسابقات جام ملت‌ها که موفق نشد، جام جهانی هم که داستانش جداست. زنان استرالیا اسم تیمشون رو گذاشتن متیلدا. متیلدا رو نگاه میکنیم در مقابل کره شمالی. البته بسیاری معتقدن که استرالیا با اقبال ژاپن و چین رو شکست داد و به فینال رسید، اما به هر حال رسید. این پنالتی استرالیا هم گل میشه، حالا باز گلر استرالیا میاد و در شرایطی که دو تیم در میانه میدان دست در کمر دارند، بازیکنهای هر تیم با خودشون، همه پنالتی ها غیر از یکی گل شده، گلر استرالیا الحق دو سه تا پنالتی رو خوب رفت ولی نتونست کاری بکنه. فکر میکنم حساب 4-3 باید باشه در ضربات پنالتی. هوا فوق‌العاده بد هست و امیدوارم که تصاویر به هر حال اجازه بده که شما تغییر بکنید. مسابقه زمین کاملا گلالود هست و این پنالتی فکر میکنم پنالتی آخره، اگر بزنه بازی تمام میشه. میزنه و استرالیا موفق میشه که قهرمان آسیا بشه. این اولین افتخار فوتبال استرالیا در سطح آسیا هست. در مردان توفیقی رو نداشت در مسابقاتی که در اندونزی و تایلند برگزار شد، اما دختراش، آها حالا گلارم با هم میبینیم، این گل اول بازی هست که استرالیایی ها زدن. بعد کره شمالی حملات زیادی رو داشت، یه فرصت هم استرالیایی ها داشتن که از دست رفت. این گل مساوی کره شمالی هست و یه شانس هم اینجا استرالیایی آوردن که توپ به تیر دروازه‌شون خورد. حالا هم دیگه رفتیم دوباره روی ضربات پنالتی که دیدیم و برمیگردیم توی استودیو و در خدمتتون هستیم.
اینم اولین بار هست که من خودم فینال جام ملت‌های آسیا در رشته بانوان رو دیدم. آقای کفاشیان البته قول داده که لباس خوبی رو تهیه بکنه. تیم دخترهای ما در آگست در ماه اوت در سنگاپور خواهد بود و در دوره بعد جام ملت‌های آسیا باید شرکت بکنه. تیم‌های اون دوره رو معرفی کردن. تیم فلسطین یکی از تیم‌ها هست و من برام فوق‌العاده جالبه ببینم که تیم فوتبال دخترای فلسطین با چه لباسی بازی خواهند کرد. اما ما مشکل لباسمون باید به یه نوعی به هر حال یا یک مصالحه‌ای بشه، یک کاری بشه، چون همه جا این مشکل پیش میاد. من داشتم اگر اون فیلم کلاه رو با هم ببینیم، من خدمتون توضیح بدم که حتی خبرنگار مثلا ببینید که کلاهی رو به سر گذاشته که مشکل به هر حال باش میشه حرکت کرد، چون یه بندی داره کلاه که این باید یا زیر چونه وصل بشه و سفت بشه، ولی حالا به خصوص جایی که مهمه، حالا این کلاه میذارن که ذراتی نپاشه اینا، ولی در اصل باید دقیقا این کلاه به نحوی که یک کلاه رو باید استفاده کرد ازش استفاده بشه و بندش زیر گلو، زیر چونه، اونجا که من گفتم اول، بسته بشه و نه به این شکلی هست. در نتیجه امیدواریم که برای بچه های در واقع فوتبالیستمون لباس مناسب تری رو درست کنن. خب ما از بحث امشبمون این رو که رفتیم و این هم رفتیم و اگر اجازه بدید، برای اینکه ما با کارگردان برنامه چکی بکنیم الان نوبتی چی هست؟ بله، حجو شما سلام میده در خدمتون هستم.